سلام دوستان، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. در خدمتتون هستم با جلسه دوم طراحی فیلتر. ما تو جلسه قبل در واقع یاد گرفتیم که چطوری فیلتر رو با کمک نرم افزارهای جنسیس و یا ADS بیم شبیه سازی بکنیم. تحلیل پارامتر رو تو ADS یاد گرفتیم، با اینداکتورها و خازنهای مختلف آشنا شدیم، تحلیل تلورانس رو توی ADS یاد گرفتیم و حالا در ادامه توی این جلسه من میخوام با انواع سلفا با آشناتون بکنم، بهتون یاد بدم که چطوری عرض خطوط ماکروسیریپ رو حساب بکنید برای اینکه تطبیق خوبی داشته باشید و یه مقدار اثرات PCB رو بررسی بکنیم روی پاسخ فیلتر و یاد بگیریم که چطوری اثرات PCB رو توی ADS شبیه سازی بکنیم. خب من توی این جلسه اومدم به خاطر اینکه کل کرفت و نمیتونستم با فیلتر شکن وارد بشم، عکس گرفتم، اسکرین شات کردم از خود صفحه کل کرفت که یه سری توضیحات خدمتتون بدم. اگه وارد صفحه اصلی در واقع کمپانی کول کرافت بشید، توی قسمت پروداکت هاشون سلف های مختلفی وجود داره. از قسمت سلف های RF این 6 مدل سلف رو میتونید استفاده بکنید و مشاهده بکنید. معمولا برای طراحی فیلتر سرامیک کور چیپ اینداکتور ها استفاده میشن و ایر کور اینداکتور ها. این فیلترهای این سلفایی که فریتی هستن معمولا به عنوان چوک استفاده میشن و یا توی فرکانس های خیلی پایین اگر که شما بخواید یه فیلتر طراحی بکنید توی فرکانس هم از این سلفا استفاده میشن، چون معمولا اینطوری هستن که ظرفیتشون خیلی بالاست. و این تیونیبل آر اف اینداکتور هم معمولا توی در واقع طراحی مدار تطبیق فیلترهای کریستالی استفاده میشه. حالا من اومدم تو خود کمپانی این صفحه رو انتخاب کردم، وارد قسمت سرامیک کور چیپ اینداکتور رو شدم که اینجا بهتون نشون بدم. ببینید وقتی وارد این صفحه میشیم سلف های مختلفی با اندازه های مختلف وجود داره که خود این مثلا حالا 603 یا چی میگن 402 اینها معمولا داخل خود پارت نامبر اون سلف هم وجود داره. مثلا الان 603 سی تی، خب سلف هایی که با فسبند سی تی شما دارید اولا لو پروفایلن، یعنی ارتفاعشون معمولا کوچیکتره نسبت به سلف های دیگه. اگه شما محدودیت ارتفاع داشته باشید روی بردتون میتونید ازشون استفاده بکنید و این چیزی که گفته که های کیو هستن، کیوشون تو فرکانس 1.7 گیگاهرتز 95 و همینطوری میتونید برای بقیه پسمندا هم مشخصات رو اینجا بخونید و اون سلفی که در واقع عد نظرتون هست با توجه به محدوده ایندوکتانسش، فرکانس SRF که قبلا بهتون گفتم رو دیتاشیت میبینید و این ویژگی هایی که اینجا هست و کیوشون ابعادشون سلف مورد نظرتون رو انتخاب بکنید. مثلا من از سری 1008ش اینجا اسکرین گرفتم که بهتون نشون بدم. 1008HQ من خودم خیلی ازش استفاده میکنم بخاطر اینکه بیشترین کیو رو توی 1008 داره، ولی اگر که شما مثلا محدودیت ارتفاع داشته باشید از CT یا HT هم میتونید استفاده بکنید، چون نسبت به این دوتا ارتفاعشون کوچیک‌تره. خب حالا برای اینکه بیایم در واقع PCB مون رو طراحی بکنیم، یه قدم اولمون اینه که بیایم عرض خطوط رو مشخص بکنیم. معمولا تو مدارهای RF سیستمای ما 50 اوهمی هن. یعنی چی؟ یعنی که در واقع ورودی خروجی همه IC ها ورودی آنتنمون عرض خطوطمون اینها باید بر اساس 50 اوم باشه که به هم دیگه تطبیق بشن. حالا چرا 50 اوم رو انتخاب کردن؟ در واقع 50 اوم خود محدودیت هایی که در کابل کوکسیالی داشتن انتخاب شده. ببینید اگر که منحنی پاور هندلینگ و تضعیف رو برای یک کابل کوکسیالی رسم بکنیم بر حسب در واقع امپدانس
میبینیم که ماکسیموم پاور هندلینگمون توی امپدانس سی او اتفاق میفته و مینیموم تضعیفمون توی امپدانس 77 او. حالا اومدن بین این دوتا در واقع عدد، بین این دوتا عدد 77 و 30 مثلا 50 اوم رو انتخاب کردن که حالا هم تضعیفش قابل قبوله به نسبت کمترین تضعیف، هم پاور هندلینگش مناسبه به نسبت ماکسیموم پاور هندل، به خاطر همین 50 اوم در واقع استاندارد شده. هرچند که تو خیلی از مدارا میبینیم، تو خیلی از آنتنا مخصوصا 75 اوم هم خیلی مصطلحه، یعنی خیلی وقت استفاده میشه. ما برای این که روی بردامون، روی خود بردای RFمون میایم معمولا از کوپلین ویو گاید استفاده میکنیم، معمولا هم از اونایی استفاده میکنیم که زمین زیرشون زمین هستش. خب دو طرفش هم همطور که اون هم بهتون گفتم، دو طرفش هم علاوه بر اینکه این دوتا گران وجود داره با وایا به گران وصل میکنیم. علتش هم اینه که اینطوری سیگنالی که روی خط RFمون داره قرار میگیره نسبت به نویز مقاوم تر میشه، یعنی در واقع وقتی که نویز مثلا میخواد بیاد روش بشینه، به کمک این گراندا به زمین وصل میشه، متصل میشه و نویز پذیری کوپلینر ویف گایدا نسبت به ام لاینام و استیب لاینامون در واقع خیلی کمتره و مناسب تره توی باند RF. بهتون اون جلسه یاد دادم که چه جوری با ADS محاسبه کنیم عرض خطوط رو، ولی این جلسه بندی حالا یه سری از بچه ها با ADS کمتر آشنا بودن، یه مرور کلی دوباره رو ADS داریم. حالا اگه یه برد RF رو دیده باشید، رو سطحش یه عالمه از این وایه ها میبینید. این وایه ها رو برای این میذارن که یه زمین یک دست داشته باشه. هر چقدر فرکانسمون بالاتر بره، خیلی مهم میشه که زمین ما حتما یه دست باشه. چرا؟ چند تا دلیل داره. اولا که اگر نویزی روی در واقع مدار بشینه، اختلاف پتانسیل ایجاد نکنه بین دو طرف، بین مثلا قسمت‌های مختلف مدار و پخش نشه رو تو مدار به خاطر این قضیه. و اینکه یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که خود حرکت در واقع سیگنال روی بورد باعث میشه که یه مقدار اثرات ناخواسته، مثلا سلف ناخواسته یا خازن ناخواسته ایجاد بکنه. برای اینکه این اثرات هم کم بشه، بعد زمینمون یک دست باشه، یعنی سیگنال RF اومد وقتی که از اون در واقع کامپوننتمون رد میشه، بعد مستقیم به زمین وصل بشه، یه سلف ناخواسته تو مسیرش ایجاد نشه، که اون خود اون سلف اگر که ایجاد بشه میتونه باعث ناپایداریه مدارمون بشه. من خودم تجربه این رو داشتم، اصلا تو فرکانس های بالا توی فیلترهای اکتیوی که کار کرده بودم این اتفاق افتاده بود که حالا گراندینگ رو خیلی رعایت نکرده بودم، به اندازه کافی از این وایه ها روی بورد نذاشته بودم و تو فرکانس های بالا مدار ناپایدار شده بود. حالا بریم سراغ ADS. اول یه مرور کلی روی ADS داشته باشیم. بچه من جلسه پیش بهتون گفتم که توی محیط ADS که این محیط هستش، اگر بخواید که یه شماتیک بکشید، میایید از این منوی بالا، از این منوی بالای صفحه این خاز مقاومت رو انتخاب میکنید. خب حالا ما اینو بازش میکنیم، یه توضیحات اولیه روش میدیم. داخل خود ADS توی این قسمت پالتش در واقع المان‌های مختلفی وجود داره. برای این کاری که ما الان میخواییم انجام بدیم فقط با لامپ کامپوننت ها کار داریم، چون این فعلا اولین در واقع درسیه که توی ADS یاد میگیرید معمولا با LOC. حالا هم LOC معمولی داریم، هم مدل های مختلف دیگه LOC. مثلا معمولا اینا خیلی استفاده میشن، LOC معمولی خیلی استفاده میشه و این LOC که توش Q داره، یه وابستگی Q هم داره، که اگر که خواستید مدلتون نزدیک تر به واقعیت باشه و مدل اسپایس کارخونه رو پیدا نکردید، اینا خیلی میتونن بهتون کمک بکنن. برای خازن همطور که بهتون جلسه پیشم گفتم، چون خازن ها معمولا کیوهاشون خیلی بالاست، مثلا بالای 1000 و فرکانس اسارفشون هم خیلی بالاست، خیلی لازم نیستش که
از مدل اسپایسر کارخونه یا مثلا بخواید از این کف کیو استفاده بکنید. ولی در مورد سلف ها اینجوری نیست، سلف ها خیلی حساس دارن نسبت به هم فرکانس هم کیو های پایین تری دارن معمولا. برای کاری که الان باز ما میخواییم بکنیم، ببینید داخل خود ADS موتورهای مختلفی وجود داره. خب مثلا این که با این سیمولیشن ها نشون داده میشن، مثلا توی HFSS یا CFC که کار میکنیم که همیشه باید یه تحریک وجود داشته باشه، داخل ADS هم همیشه باید یه موتور تحلیل وجود داشته باشه. این موتور در واقع تحلیلگرهای ما. برای کاری که ما میخواییم بکنیم، ما فقط با سیمولیشن و اسپارامتر کار داریم که یه دونه از این سیمولاتورها رو میایم میذاریم اینجا، میتونیم باهاش فرکانس ورودی و خروجی رو مشخص بکنیم. تقریبا مثلا مثل یه نتورک بر ما اینجا عمل میکنن که یه ورودی میده یه خروجی میگیره و پاسخ فرکانسی رو به ما نشون میده. خب تو جلسه قبل بهتون یاد دادم که چطوری توی جنسیس بیاید یه دونه فیلتر طراحی بکنید. من خودم همیشه از جنسیس استفاده میکنم، هرچند که با ADS هم میشه فیلتر طراحی کرد، ولی جنسیس معمولا، حالا به تجربه من، معمولا جوابش نزدیکتر به واقعیته، یعنی دقت بیشتری داره نسبت به ADS. خب بعد اینکه اینو طراحی کردید، خوبه که ببریدش و داخل ADS هم دوباره یه بار دیگه تحلیلش بکنید. البته اینم بگم که هم نرم افزار جنسیس هم ADS هر جفتشون مالی کمپانیه. میایم توی قسمت فایل، تو قسمت اکسپورت، اکسپورت اسکماتیک تو ADS هست، این رو بزنید. خب من چون قبلا اکسپورت کردم، در واقع الان باید اوورایدش بکنم. ببین اینجا داخل ADS این فیلتر ما اومد و اضافه شد به اسم فیلتر یک. قاعدتا باید اومده بشه فیلترمون اینجا اضافه شد، وارد شد. حالا میتونید برای اینکه اینو تحلیل بکنید و داخل ADS هم جوابشو ببینید، این دوتا پورتو بردارید، ترم بذارید به توی ورودی و خروجی، خب تو ورودی و خروجی میاییم و ترم میذاریم. و از موتور همون اسپارامتر استفاده میکنیم، اونو قرارش میدیم با توجه به بازه فرکانسیمون، محدوده فرکانسی رو اینجا انتخاب میکنیم. برای اینکه ران انجام بدید، بعد از اینکه موتور گذاشتید، اینجا یه چرخ دنده هست، این چرخ دنده رو فشارش میدید، این صفحه باز میشه. خب این صفحه که باز میشه، اینجا میتونید ریزالت ها رو ببینید. از این کنار با توجه به موتورتون میتونید در واقع ریزالت های مختلف بگیرید. برای اسپارامتر از این اولیه استفاده میکنید، رکتانگولار پلاته، اینو میذارید داخل صفحه. بعد پارامترهای مختلف S رو میتونید اینجا انتخاب بکنید، مثلا S2F رو که زدید وقتی که روش کلیک کردید، این که شما میخواید چه به چه مدلی S2F رو ببینید میاد، مثلا میخواید به حسب DB ببینید. حالا DB اینجا معنی نداره، اصلا همون DB میشه بیشتر توی مثلا اگر که گیرنده داشتید مفهوم میدام کرد، اینجا مفهوم نداره. میخواید اندازه‌ش رو ببینید، فازش رو ببینید، قسمت ریلش و ایمیجینریش رو، یا اینکه اصلا سیگنال رو بخواید اگر تو تایم دومین دارید، باز اونم اینجا زیاد خیلی به دردتون نمیخوره. این به حسب دیبی رو من میزنم، اینجا وارد میشه. حالا میخوام یه سیگنال دیگر هم ببینم، مثلا میخوام S1K هم ببینم، S1K هم انتخاب میکنم، دوباره اینجا انتخاب میکنم، دیبی رو اوکی رو میزنم. الان این دوتا پارامتر رو اگر که من اوکی بزنم، اینجا میتونم ببینم تقریبا جوابی که دارم میگیرم نزدیک به همون جوابی که توی جنسیس گرفته بودیم. توی جنسیس چه شکلی بود؟ این شکلی بود.
این جواب بود که توی جنسیس گرفته بودیم. و اینم جوابیه که توی ADS گرفته بودیم. ما توی فرکانس 300 و بین 350 اگر خاطرتون باشه تا 550 در واقع طراحی کرده بودیم، یه مقداری توی ADS جوابمون شیفت داره. خب حالا من اینو میبندمش. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چجوری روی PCB بیه تحلیل در اثر PCB رم داخل خود ADS ببینید. اینو هم ببندیمش. خب حالا من گفت داشتم اینجا این اگر که ستم قطع شدهش داشتم بهتون اینو توضیح میدادم که من میخوام امروز بهتون یاد بدم که چطوری اثرات PCB رو داخل خود ADS ببینید، ببینید که آیا گراندی که گذاشتید خوب هست یا نه، یا مثلا عرض خطوطتون مناسب هست یا نه باید تغییر بکنه. برای این کار بچه من برای این PCB قبلا، برای این فیلتر قبلا PCB رو کشیدم و یه فایل DXF گرفتم. اگر که حالا لازم شد اونو بهتون بعدا یاد میدم، ولی چون الان در واقع درسمون این نبود من وارد قسمت آلتیومشون این جلسه نمیشم. ببینید تو همین صفحه اولی که میایم یه گزینه دیگه هست اسمش لی‌آوته. روی این که کلیک بکنید و اوکی رو بزنید این صفحه برای شما باز میشه. یه چیزی مثلا تقریبا شبیه به خود شبیه به آلتیوم هستش. خب شما میتونید اینجا توی این قسمت بیاید و ایمپورت رو بزنید، فرمت DXF رو انتخاب بکنید و اون DXFی که آماده کردید برای خود این فیلترتون اینجا واردش بکنید. من PCB رو میزنم، اوکی رو میزنم و اوکی رو میزنم. الان اینجا این PCB ما وارد شد. خب حالا برای اینکه اینو تحلیلش بکنیم باید بیایم و یه دونه سابستریت هم بهش اد بکنیم. توی این صفحه یعنی بعد مشخصات سابستریتمون رو تو مرحله بعدی اینجا مشخص بکنیم. میایم توی این گزینه میزنیم، اینجا این صفحه برای ما باز میشه. توی این صفحه شما میتونید سابستریتتون رو تعریف بکنید، حتی میتونید در واقع سابستریتتون رو به صورت چند لایه تعریف بکنید. بعد وقتا هستش که PCB شما چند لایه است، برای اون کارم که میتونید بیاید اینجا دوباره اینزرت رو بزنید، یه دونه سابستریت مثلا اضافه بکنید. ولی خب ما اینجا که لازمش نداریم، پس من دیلیتش میکنم چون ما فعلا سابستریت ما فعلا تک لایه است. خب بالاش هم ایره، یعنی بالاش هم هیچ محدودیتی نداریم. یه وقتی مثلا یه سابستریت دیگه وجود نداره که اپسیلون آرش متفاوت باشه. روی هر کدوم از این قسمت ها که کلیک بکنید این گران داشته، این خود در واقع PCB تونه، این اون وایه هایی که داریم. خب این قسمت میتونیم اسکریپ هم اضافه بکنیم، حالا نکنم این کنم این باشه. آره این اسکریپ، این در واقع اون اسکریپ لاینیه که روی در واقع صفحه کشی، یعنی اون مسی هستش که روی صفحه قرار داده میشه. حالا یا میتونه گراند باشه میتونه هم اسکریپ لاین باشه. حالا من رو هر کدومی گفتم اینا که کلیک بکنم میتونم براشون مشخصاتشون تعریف بکنم. مثلا من میخوام این اسکریپ لاینه از جنس حالا یا مس باشه یا طلا باشه یا نقره باشه، یا حالا اصلا میخوام تو حالت ایدئال PEC تعریفش بکنم. میام این قسمت مثلا میتونم بذارم شو پرفکت کاندکتور، یا این سه تا نقطه رو بزنم و بیام از سوی لایبرری که داره اون مثلا CU رو انتخاب بکنم. خب معمولا مثلا تو ایران، مگه اینکه خیلی پولدار باشید مثلا بخواید طلا استفاده بکنید، این گلد رو از اینجا ریمووش میکنم، اوکی رو میزنم. پس جنس این شدش از جنس من اینجا CU انتخاب میکنم شد از جنس CU. خب حالا سیو رو بزنم روش بدونم بشی بنامه چه وکی اسمش وکی اسمش هم میتونم عوض بکنم
بذارم مثلا کاند یک یا هر اسمی که دوست داشته باشم، که اونجا بعدا این اسمو بهتون نشون میدم. توی اون صفحه از این اسمو استفاده میکنم. یا رو ساب سریت کلیک میکنم. یادتونه ما برای F4 اومدیم طراحی عرض خطوطمون رو انجام دادیم، پس اینجا هم دوباره میام این سه تا نقطه رو میزنم، لایبرری رو باز میکنم و F4 رو اینجا پیدا میکنم و اد میکنم. سعی F4 اینجا هستش. نکنید این اپسیلون آر رو 4.6 گرفته، ما 4.5 گرفته بودیم. البته مثلا با F4 با اپسیلون آر دیگه ای هم توی ایران وجود داره. این رو اوکی که بکنم، حالا اینو هم حذفش میکنم، این با این گزینه ریموف دیالکتریک اوکی میزنم. بعد میام اینجا F4 رو انتخابش میکنم. حالا میخوام تیکنسش چقدر باشه. اینجا یادتون باشه برای 32 میلی ما طراحی کردیم، اینو 32 میزنیم و سیو رو میزنیم. حالا برای این لایه ها هم همینطور. ببینید توی این قسمت میتونید دوباره بیاید و برای این وایاتون هم مقدار انتخاب، یعنی جنسش رو انتخاب بکنید. معمولا باز همون مس هستش، پس من میام 30 رو انتخاب بکنم. این زمین رو هم دوباره میتونید هم 30 بذارید، هم میتونید بذارید همون پرفکت کاندکتور بمونه. حالا اصلا میشم یادتون باشه اینجا این هول 5 بود، اینم که کانده یک بود. سیو رو میزنم. پس من اینجا تونستم تا این قسمت یه ساده سریت مناسب اد کنم، میبندمش. تو قدم بعدی میایم هر کدوم از اینها رو تعریف میکنیم که از چه جنسی باشن. یادتونه گفتم استریپا اسمشون باید باشه کانده یک، گذاشید رو کانده یک. میام از اینجا کانده یک رو انتخاب. برای همه اینا دونه دونه این کار رو میکنیم. فکر کنم همه قسمت هامون رو تونستیم تعریف کنیم. خب حالا برای اون هول ها هم باید یه سری یه چیزی تعریف کنیم، یعنی یه سری یه در واقع الان یه چیزی قرار بدیم روی این بردمون و اون رو به صورت هول تعریفش بکنیم. من از این دایره کمک میگیرم، میام توی قسمت های مختلف یه سری دایره میکشم. خب بچه معمولا خیلی مهمه که جاهایی که المانتون به زمین مخصوصا وصل میشه زیرشون حتما باید به اندازه کافی از این هولا بذارید، از این وایه ها بذارید. هول تعریف کنم. یادتونه ما اینو هول 5 گذاشته بودیم، پس میام دوباره این قسمت و هول رو انتخاب میکنم، چون که یه دونه داریم ازش دیگه شمارش رو نیاورده. خب اینو انتخابش میکنم، کپیش میکنم و تو قسمت های مختلف مدار به تعداد کافی ازش قرار میدیم. خب حالا بعد از اینکه این کارو کردیم، حالا بعد برای اینکه اون المان هامون رو روی این PCB قرار بدیم پورت تعریف کنیم. خب برای اینکه این کارو بکنیم بچه اینجا دقت کنیم، من پورت ها این تنظیمات رو گذاشتم روی این وسط، این رو هم دقیق کلیک کردم. اینا تنظیمات مربوط به پورته که دقیقا بیفته وسط هر کدوم از این کانکتور ها. پورت رو انتخابش میکنم و این وسط ها دقیقا این وسط ها قرارش میدم. حالا چون که میخوام حالا
ترتیبش الان برام مهمه، اول ورودی و خروجی رو میذارم، بعدش میام یکی یکی همه اینا رو قرار میدم. ابعاد این المان ها را هم اینا مثلا خازنش 603 من گذاشتمشون و اینا سلفه که 1008 گذاشتم فعلا با توجه به انتخابایی که داشتم در واقع من سلف و خازن. بعد از اینکه این کارو کردیم میایم و اینجا این سیمولیشن ستاپ رو میزنیم. خب توی این قسمت توی این پورتامو خب اگر که یادتون باشه من اولی رو آخر اولی و آخر یعنی پی اکو پی دو ورودی خروجی مون بودن، بقیه شون اس ام دی بودن. اینجا ادیتو میزنم، اولی و آخری رو میذارم روی تی ام ال، بعدیشون به ترتیب قراره که از سه به بعد قراره که اس ام دی باشن. ببینید این با موس موس رو میذارم رو چهار، چهار رو میذارم روی گراند سه. خب این دوتا با هم دیگه شدن ورود خروجی یه دونه SMD. به جای TML چی انتخاب میکنم؟ SMD. دوباره 6 رو میذارم میگیرمش میذارمش رو 5، کالیبریشنش رو میذارم روی SMD. همین کار رو تا ته بعد بکنیم، 8 رو بزنیم رو 7، کالیبریشنش رو بزنیم رو SMD. در رو میزنیم بونو رو میزنیم بیه اسم. در رو از هر میزنیم بیه اسم و آخری هم که 14 میزنیم بیه 13 و کالیبریشنش رو میزنیم بیه اسم دی و این سفر رو که به معنی خود به خود سیف میشه. این تنظیمات رو اینجا سیف شد. توی قسمت البته بچه این قسمت هم میدونست حساب سریت رو تعریف بکنید و همینجا هم اگر که اینجا میمدید اوپر رو میزدید خود این سال سریت براتون باز میشد و این قسمت هم میتونستید اون تغییراتی که میخواید رو بدید. حالا من اینو میبندمش. تنظیمات بعدی که بعد انجام بدید برای فرکانس، فرکانستون اگر که خاطرتون باشه برای این چیزی که حالا تعریف کردیم مهم برامون 350 تا در واقع 550 من از 100 تا 800 میذارمش. توی این قسمت نیازی نیست تغییر بدید برای این کاری که داریم انجام میدیم. توی این آپشن ها توی مشا میاد مشاتون رو به اندازه‌ای که میخواید افزایش میدید. مثلا من اجمشو معمولا نه اجمشو به دست نمیزنم برای این کار و ترانسمیشن لاین مش رو بیشترش میخوام از صفر تا اون رو میذاریم مثلا 50 تا برای این کار رو بسید برای این کار که الان داریم. این قسمت این رو هم در واقع تیکش رو میزنیم که بیاد یه شماتیک بهش در اد بکنه، شماتیک هم که اینجاست. حالا راستش رو من قبلا این کار رو یه بار انجام دادم، شماتیک الان بهش اد شده، ولی اگر که اولین بار بود میخواستید انجام بدید باید یعنی اول بار که میخواید انجام بدید حتما این تیک رو بزنید که خودش یه شماتیک بهش اد بکنه که این شماتیک رو بعدا میخواید فراخوانیش بکنید. اگر هم اد نکرد مهم نیست، بعد از اینکه تموم شد کارتون اینجا اوتو آپدیت رو میزنید. بعد از اینکه رانش تموم شد اوتو آپدیت رو میزنید و اون موقع یه شماتیک بهش اد میکنه، در واقع این صفحه رو میاره تو شماتیک هم نشونش میده.
با بازاور فکر کردن مشکلش حل شد. اینجا این بعد از این که همه این تنظیمات رو انجام دادید، ران رو میزنید. دیگه حالا باید وایسید تا رانش تموم بشه. میریم دوباره یه شماتیک باز میکنیم. اسمی که اونجا گذاشته بودیم براش پی سی بی بود، به همون اسم اینجا فراخوانیش میکنیم. این قسمت بالا به اون اسم فراخوانیش میکنیم. اون شماتیکی که تعریف کرده بودیم حالا اینجا میاد. ببینید اومد به همون شکلی که ما تعریف کرده بودیم. این رو روش یه بار کلیک کنید، خب بعد بهش یه مدل اد کنید، یعنی اون الکترومگنتیک مدلی که اونجا داشتید بعد اینجا ادش کنید. میذارید روی یه مدل و اوکی میزنید. پس چی شد؟ روش کلیک میکنید، اینجا این قسمت choose view for simulation، خب میاید یه مدل رو بهش اد میکنید، اوکی میزنید. حالا ما میخواییم دوباره تحلیل اسپارامترمون رو این دفعه با پی سی بی انجام بدیم. دوباره مثل همون کاری که قبلا کردیم، برای ورودی و خروجی ترم میذاریم. یه ترم من میذارم ورودی، یه دونه ترم من میذارم خروجی. وصلش میکنم به پورتی که به عنوان ورودی انتخاب کرده بودم. یه دونه گراند هم برش میذارم. دقیقا همین کار بر خروجی هم انجام میده. خیلی خوب، حالا یادتونه مقدارهایی که داشتیم برای خازمی سلف همون چقدر بود؟ میریم دوباره همینقدر همینجور یه بار دیگه ما همینجور مرور بکنیم. نزدیکترین مقدار حالا در واقع سلفی که این پیشنهاد داده 51 نانوهان دویه تو وردی خروجی و خازنا سی پیکو فاراده برای این ال وسطی 51 نانوهان دوی و خازنش 2.7 پیکو فاراد پیشنهاد داده. یکی یکی نار میذاریم. اول خازنا رو میذارم چون خازنا رو از مدل کارخونه برشون استفاده نمی کنم. اینجا سیپ اون پیکو فراد بود. دقیقا همین کار تو ورودی هم انجام میدیم. اینم دوباره خازم بود. دو هفته همه پیکو فرد. حالا هم میتونید از همین سلف هایی که اینجا هست استفاده بکنید، هم برای که جوابتون نزدیکتر به واقعیت باشه برمیگردید به همون پالتی که اون دفعه اد کرده بودیم، از داخل سلف هایی که اینجا وجود داره سلف های مناسبمون رو انتخاب میکنید.
من با دیفالت اینا رو 1008 گرفتم، ولی فکر کنم برای این مقدارا، حتی مقدار کوچیک‌تر مثل 604 و اینا هم میتونستیم استفاده بکنیم. اون سلفی که سری بود فکر میکنم 47 نانو هانری بود. میایم این قسمت 47 رو انتخاب میکنم. اوکی، بعد این اونوری میذاریمش سر جاش. برای اینا باید نزدیکترین مقداری که به 51 دهم وجود داره رو انتخاب بکنیم. توی 1008 اشکیو نداریم 51 دهم. باید ببینیم تو کدوم پالتش داریم. اصلا بهتر از روی سایت نگاه بکنیم. روی سایت اگر که نگاه کنیم توی 51 دهم تو رنج، تو من 1008 هم گذاشتم، مثلا 1008 رو بهتر استفاده بکنیم. مثلا ممکنه 1008 سیتی داشته باشش، یا سیتی یا اشتی. بگیم 1008 اشتی رو اول نگاه کنیم. اینو نداره 51 دهم، پس این مناسب نیست. ۱۸ سیتی رو نگاه کنیم، اگه نبود بگو سراغ یه مطلب دیگه. این هم 51 دهم نداره، نزدیکترینش هم 47 دهم نمیهانجیه. تقریبا 5 داره، میتونیم از همین استفاده بکنیم. البته چون این 604 در واقع باید اینجا اندازه این رو هم 604 میگرفتیم. این یه خطا توی تحلیل ما. این قسمت هم دوباره اینو قرارش میدیم. حالا من یه بار چک کنم ببینم همه المان ها فرقه وصل شده باشن. دوباره این وصل نشده. همه المان رو بستن، حالا میایم دوباره موتورمون رو قرار میدیم، موتور اف پارامتر قرار میدیم اینجا. اونجا در واقع این مدل پی سی بی مون از 100 تا 800 همون جایی که در اومدیم تحلیل رو انجام دادیم، تحلیل مومنتوم درسته. پس همینجا هم 100 تا 800 رو قرار میدم. پس دوباره سری نرم، این ران که تموم شد از این کنار رکتنگل پلات رو انتخاب میکنید. S1 رو میخوایم ببینیم به دیبی.
و S1 رو میخواییم ببینیم با ثبات به دیدی اوکی میزنیم. همچنین که میبینیم ببینیم به خاطر اثر PCB جوابمون خیلی به هم ریخته دیگه، شبیه این جواب، این جوابی که در واقع تو جنسیس گرفته بودیم این بود دیگه. اینجا هم اومده باز کنیم این میبینید ریپلیمون چقدر کمه و تطبیقمون خیلی خوبه، ولی با اینجا خیلی متفاوته. بعد چی کار بکنیم؟ یه چند تا راه داریم تو این حالت. اولندش که احتمالاً عرض خطوطی که من اونجا استفاده کردم شاید درست نباشه، یعنی احتمال خیلی خیلی زیاد توی رسم آنتیوم هم احتمالاً عرض خطوط درست نبوده. دومندش، دومی کاری که میتونید انجام بدید اینه که بیاید دوباره برگرد به همون تحلیل مومنتوممون و یه مقدار این چیزها رو عوض بکنیم، مقادیر مخصوصا صرف و خازن رو عوض بکنیم. خب برای این کار میتونید اگه یه آپشن داره میتونید تیون انجام بدید. تو این قسمت دوباره یادتونه که کجا رفتیم و تلورانس تعریف کردیم، دوباره شبیه همون میریم توی سیمولیشن وریشن ستاپ رو میزنیم، این دفعه توی سربرگ تیونینگ اون المانایی که میتونیم تیونبل تعریف بکنیم و تیونبل تعریف میکنیم. چون خازنا رو اومدیم از اون پالت استفاده کردیم الان اینجا نیومدن، ولی چی ببخشید سلفا رو، اگر که سلفا رو هم میومدیم مثل خازنا مدل ساده میذاشتیم الان داخل این پالت میومدن. جا اوکی رو میزنیم با این دیاپازونه تیون رو انجام میده. برمیگردیم به هم چند صفحه جوابامون، این تیونبل تیون پارامتر رو هم میذاریم کنار. ببینید با تغییر دادن اینا یه مقدار ممکنه که بتونید جواب بهتری بگیرید. البته یه چیزی هم که بود این بودش که چون خازنمون این خازن خیلی کوچیکه خودش خیلی تاثیر داره. مثلا خازنه که میخواید انتخاب بکنید سعی کنید طراحیتون، حالا این چون طراحی ما یه چیز در واقع چی میگن این چیزی که اینجا طراحی کردیم از رو اسپک فنی نبود، یه چیزی همینجوری خودمون گذاشتیم، ولی سعی بکنید که وقتی اسپک فنی بهتون میدن جوری مدار رو طراحی بکنید، از این آپشن های جنسیس استفاده بکنید، فیلتر مناسبی رو انتخاب بکنید که خازناتون خیلی کوچیک در نیاد. چون مثلا وقتی خازن شما 2 پیکوه خود اثر PCB بیشتر از 2 پیکوه، یه 2 پیکو هم میاد مثلا باهاش موازی میشه، بعد به جای اینکه 2 پیکو درات خازن شما مثلا در میاد 4 پیکو 5 پیکو، یعنی اینا طراحی های لبه مرزی میشه. پس حتما به این دقت بکنید که مقدارهای خازنات سلفاتون خیلی کوچیک در نیان که PCBتون جواب نده. خب ما تا اینجا تحلیل مومنتوم رو یاد گرفتیم. حالا چون من دفعه پیش خیلی تند حرف زدم و شاید حالا یه مقداری چی میگن بعضی از مباحث میس شده باشه، یه بار دیگه اون مباحث رو تکرار میکنم. ببینید برای یه قسمت مهم طراحی فیلتر شما، کلا طراحی هر برد ماکرو استریپ، هر برد آر اف، محاسبه این عرض خط هاست. این عرض خط ها خیلی مهمه، خیلی روی تطبیق مدارتون تاثیر میذاره. خود ADS یه آپشنی داره، به غیر ADS CST هم داره، آنلاین کلکولیتور هایی هم وجود دارن که به صورت آنلاین این کار بر شما انجام میدن. میایید توی لاین کلک CST استارت لاین کلک رو میزنید، پس شد از گزینه تولز لاین کلک استارت لاین کلک، اون مدلی که میخواید استفاده بکنید به عنوان خطتون اینجا انتخاب میکنید. گفتم بهتر CPWG استفاده بکنید، من CPWG رو انتخاب بکنم اینجا.
مقدار اپسیلون آر رو زیر لایه‌ای که دارید رو اینجا انتخاب می‌کنید. بچه‌ها حالا یه چیز دیگه هم که تو لاف مدارمون تاثیر داشت، زیر لایه همون بود. کلن زیر لایه FR4 زیر لایه لاسیه هستش، تلفاتش خیلی زیاده. اگر که خیلی حساسیت کارتون بالاست، مثلا راجرز 5080 مثلا برای پاور ها و اینا خیلی استفاده میشه، برای آر اف راجرز 4003 خیلی استفاده میشه، ولی 5080 از 4003 بهتره ولی گرونتره. اپسیلون آری که اینجا استفاده شده بود 4.6 بود برای این طراحیمون اینجا، ولی FR4 معمولا اپسیلون آر خیلی دقیقی هم شاید نداشته باشن. همین چیزی که تو بازار ایران حداقل هست، همینجوری بخواید بخرید، مگه اینکه با دیتا شیت بخرید، از یه جای معتبری بخرید مثل آلفا مدار، که حداقل از این جهت خیالتون راحت باشه. بعد ارتفاع ساب سرکتتون هم این قسمت مشخص میکنید. این تی زخامت مسیر که روشه همون 15 دمه می خوبه، نیاز نیست عوضش بکنید. فرکانس طراحی بهتون دفعه نشون دادم توی عرض خط تاثیر نداره، توی اگر که فاز خاصی مطرحت براتون مد نظر باشه تو طول خط مهمه، ولی من اینجا همون فرکانس مرکزیمون که 450 مگاهرز بوده میذارم. برای اینکه جواباتون تو رنج در بیاد یه مقدار اولیه باید اینجا بدید. من مقدار اولیه رو برای W1 میذارم، برای جیا نمیذارم، مقداری که من خودم معمولا استفاده میکنم. امپدانسمون رو 50 میذاریم. اگه بخوایم از روی امپدانس مقدار رو به دست بیاره سینتی سایز رو میزنیم، تقریبا حالا تو همون رنج در اومد، یعنی دبلیو میشد 1.2 جیمون شده. اگر که بخوایم با توجه به این دبلیو جیمون امپدانس رو به دست بیاره آنالایز رو میزنیم، برای 1.5 امپدانسمون 56 اوه شده. خب این یه نکته که حالا دفعه پیش گفتم، شاید یه موقع سریع گفتم یه بار دیگه تکرار بشه. واسه باید تحلیل تلورانس هم همینجا هم میتونید انجام بدید، میتونید این مقدار سلف هامونو دیگه نباید از اگر بخواییم تحلیل تلورانس انجام بدیم و سلف هامونو بخواییم تغییر بده، دیگه از مدل اسپایس کارخونه استفاده نکنیم، بهتره بیاییم همون از این لامپ کامپوننت ها سلف ها رو بذاریم. باز دوباره میتونیم بریم تو قسمت سیمولیشن وریبل ستاب رو انتخاب بکنیم. این دفعه بریم تو گزینه توی سربرگ سوم که استاتیستیکه، اون المان هایی که میتونیم براشون در واقع درصد تلورانس قرار در نظر بگیریم همشون اینجا میان. اینا رو تیکاشون رو فعال میکنیم، میتونیم انتخاب بکنیم که تلورانس ما مثبت منفی یه مقداری باشه یا نه، در بر حسب درصد باشه. اگه بر حسب درصد باشه میتونید از درصدهایی که معمولا وجود دارن استفاده بکنید، مثل 1%، 2%، 5% و 10%. اینا چیزایی که خیلی معموله و توی بازار وجود داره. یا یه راه دیگه همینه که رو خود این المان کلیک بکنید و بیاید این قسمت تیون آپت استیت DOE این قسمت رو بزنید. باز دوباره مثل همونجا هم میتونید یه بازی برای تنظیم کردن این المان انتخاب بکنید و تعریف بکنید، هم میتونید یه درصد تلورانسی براش در نظر بگیرید. این رو اینیبل بکنید. اینجا باز دوباره مثل همونجا در نظر بگیرید که درصد باشه یا مثبت منفی یه مقداری باشه و براش تعریف بکنید و اوکی بزنید. خب این مسلما این کار یکم سخت تر از اون کار اولی که بهتون گفتم، چون اینجوری باید یکی یکی این المان رو باز بکنید، ولی اونجوری فقط کافیه که یه بار یه سربرگ رو باز بکنید. باز دوباره برای اینکه تلورانس یه بار دیگه براتون یادآوری بشه،
می اومدیم توی سرور توی قسمت آپتیم SATO و از یلد استفاده میکردیم. یلد رو اینجا قرار میدادیم، تعداد ایتریشن هایی که میخواستیم این برای ما در واقع بیاد این تحلیل رو انجام بده، تعداد دفعاتی که میخواست این تحلیل رو انجام بده رو مشخص میکردیم، یه سری اسپک هم براش تعریف میکردیم. و یه نکته ای که باید بهش دقت بکنید، تحلیلگر یلد یه تحلیلگر مستقل نیست، یعنی یلد رو به تنهایی نمیتونید استفاده کنید، حتما باید کنارش یه موتور دیگه هم باشه. حالا چون ما اینجا میخواستیم در واقع تلورانس فیلتر رو در واقع اندازه بگیریم، همون موتور اسپارامتر رو کنارش قرار میدیم. چون توی این اسپک هایی که تعریف میکردیم این قسمت احتیاج داشت که تعریف کنیم که روی چه موتوری با یعنی چه تحلیلگری رو چه تحلیلی رو هی انجام بده. ما میخواستیم اینجا تحلیل اسپارامتر رو هی انجام بده، پس SPD رو انتخاب میکنم روش میذارم. و هم چیزهایی که دفعه پیش گفتم، مینیموم ماکسیموم مقدارمون رو مشخص میکنیم، چقدر اهمیت داره برامون، وریبلمون چیه اینجا و ماکسیموم مینیموم وریبلمون چیه. مثلا وریبلمون اینجا فرکانس دیگه، چیزی که در حسبش داریم رسم کنیم فرکانس.